درود بر همیانان ارجمن شاهین نجات هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان یکی دیگه از سری برنامه های تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران رو در حضور شما پی خواهیم گرفت به نشست 25 رسیدیم از آغاز صفویه که چندانم هم تاریخ همزمان یا معاصر نبود ولی حال پیش نیازهایی با در اونجا مطرح می شد. آمدیم و رسیدیم به دهه 40 و 50 خورشیدی و در مجموع دلایلی رو که در کنار هم منجر به در حقیقت سقوط کشور شد اونچه که منتهی شد به انقلاب اسلامی سال 57 رو داریم میکوشیم که دریابیم. بررسی کنیم و با شما در میون بگذاریم در نشست پیشین به دو سه تا از دلایل به نظر خودمون بنیادی که یه مقدار باعث ناکارآمدی در سیستم شده بود پرداختیم از جمله عدم قاطعیت توسط حکومت پیشین برای رسیدگی به مشکلاتی که شاید به نظر خیلی بزرگ نمی اومد ولی بزرگ نمایی شد و به هر آسیب زننده بود و زد عدم شاید دادن مسئولیت های مشخص به آدم های کار آمد و اینکه تقسیم کار و تقسیم مسئولیت در کشور بشه خیلی بالا پایین داشت و این گونه افراد به گونه ناچار می شدن که برای خیلی از تصمیمات به جای اینکه بر اساس درک و دریافت خودشون و دانش و تخصص و دید خودشون عمل بکنن برون سراغ شخص بالاتر و نایتا شخص اول مملکت که ممرزاش های آریا مهر بود مسائلی از این دست حال خیلی خودشون رو نشون دادن تو رخداد هایی که در سال 56 و 57 روی داد و نشون داد که سیستم دوچاری ناکار ناکارآمدی است که حال به سه تا دلیل پرداختیم حالا به مسائل دیگری میپردازیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده تمرکزمون بازم عمدتا روی همون دو دهه پایانی دوره حکومت پیشین هست و از شهرام گرامی میخوام که سرشته سخن رو به دست بگیره و نشست 25 رو آغاز کنیم شهرام جان درود بر شما درود شاید جان درود بر بینندگان اه... بله ما گفتیم که ما چون به گذاره برنامه های پیشتر بنز کافی از کاستی های فرهنگی کلی ایران سخن گفته بودیم و که این, این در بخش مخالفین دولت چجوری تبدور پیدا کرده بود البته بیشترم خواهیم گفت ولی گفتیم که این بار تیغ بررسی و تحلیل رو به سوی خود دستگاه دولت میبریم ببینیم اونجا چه چیزهای بهبود پذیر بود یکی از مسائلی که به دقت کمتر می مسئله تمیزکاری و سختگیری بود یعنی اینی که مثلا خویشاوندان شاه توی کارکردهای بازرگانی اینا دست می آخدند شاپور غلام رزا نامش برجسته بود نیز شهدخت اشرف و اینها خب این بسیار بسیار کنترا بود یعنی ناسازنده بود اون فضایی که ایجاد می کرد نه واسه اینکه پول تو مملکت کم بود یا اگه اینا دوتا معامله میکردن کردن یه شتم گیر خودشون میومد برنامه اقتصادی میریخت به هم بلکه من عرض کردم که دستگاه کار کردی روزگار پهلوی دوم پس از سال سی روی در افتادن با فرهنگ بنیادی قوم بود یعنی اونا رو میخواست از حالات اسلامی قرون وستایی برکشه به حالات مدرن و چنگی هم بزنه به ایران کوهن در حقیقت یه کامبینیشن بسیار بهینه ای حالا تا چند ضربت میتونست پیاده کنون اون داستان دیگه است و این برای قوم ناگوار بود حالا نه اینکه بر شاید برای همه ولی برای یه درصد قابل توجهی و برای یه هستی سختی داخلشون که تا مغز استخوان اونا الله پرست بودن و اینها بسیار کریه بود و ناگوار بود و روی هم رفته با یک تشنج درونی در قوم این دگرگونی ها انجام می شد. در این همچین فضایی من عرض کردم که شما باید دیگه دستگاه کاری خود دیگه کاملا پاک باشه چون وقتی میخوای این فشار رو پدید بیاریم و یک دستگاهی رو خلاف خاصش به مسیر دیگری ببریم بیننده باید انگامی که به شما نگاه میکنه کوچکترین آتویی نبینه. موضوع خود آتو نداشتن یا قدیس بودن نیست بلکه شما تا یه اندازه حتی موظف هستی وقتی میخوای تا اون اندازه فشار بیاری باید خودت ما تو آلمانی میگیم با الگوی نیک پیش بری و اون مسائل هم مثلا لزومی نداشت حالا چه مسائل بازرگانی بود که نزدیکان دربار بهش دست میاختند و یا اینی که کلا کسانی که ارتباطی دربار داشتن دوستی ها و آشنایی داشتند، کارشون رو در سطح دانشگاه یا شرکت های بزرگ راحتتر راهاندازی می‌کردند و این خواهر ها که به خودی خود گراهیش دارند از راه اینکه از راه پارتی بازی و دقل بازی و اینا کاراشون رو بکنن در حقیقت یک برخورد سریع و سختی از سوی خود شاه و دربار نیاز داشت که همه متوجه بشن که به اون صورت از این خبران نیست اگرم انجام میدی در حد خیلی 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 جزئیه و اگه به گوش خود مثلا شاه هم برسه اصلا یعنی اوضاد خرابه این فضایی که مثلا ما در پادشاهی های سختگیر آلمان مثلا در قرن 18 هم داشتیم حالا اونام از خودشون داشتن کشور دیگر سازی میگردن ولی اونجا دیگه با اون فرجام نگری یا با اون سختگیری دیگه آلمانی دیگه یعنی که یعنی یارو سختگیری رو از خودش آغاز میکرد که برای قوم الگو باشه حالا یکی کسی ممکنه بگه آقا این آلمانیا که تو گفتی که یا هر کسی میدونه که قرن 18 هم دیگه پروتستانت های جا افتاده بودن یعنی دینشون آینشون در شیوه کار کرده شد دعوت کردنش به سخت کوشی و راستگویی و وجدانگرایی شباحت های با آین زرتشت داشت خب اینا که اینکه جا افتاده بود این کارا انجام شده بود دیگه قرن 18 هم چون 250 سال قبلش لوتر بلند شده بود و این کار رو انداخته بود خب بوزش میخوام اگه اینا این فرهنگار رو داشتن خب این چی ارتباطی داره به ایران ما و اون فساد اخلاقیش و اون مشکلات که تو میگی نگاهی بندازیم به مثلا قرن 18 آلمان یه سختی های در کار اینا هنوز بود تو قرن 18 من برای نمونه فقط میگم که این داستان از خود آغاز کردن مثلا خیلی مهمیه شاهی داشتن پروس ها که یکی از کشورهای آلمانی زبان و آلمانی فرهنگ بود قبل از اینکه آلمان متحد بشه سپسترها به دست بیسمارک صد سال سپستر از این اه، یک، اه، یکی از اون هایی که از دل آلمان برآمده بود تو جنگ های قرون وستایی که پاشته بود کشور اون پروس بود پراشا خود آلمانی میگن پایسن که این الگوی بعدا ارتشگرایی و سختگیری و اینا در آلمان شد در اونجا اون شاه معروفشون فردریک کبیر در قرن 18 هم در پی این بود که مساحت کشور گسترش بده و با کشورهای همسایه در بیفته که چندین برابر از خودش نیرومندتر بودند با اتریش و با روسی و اینها خود این پروس شاید مثلا یه جمعیت 3 4 5 میلیونی داشت و این میخواست با دولت های در بیفته که 40 میلیون نفر 60 میلیون نفر جمعیت داشتن و آشکار بود که این جنگ های بسیار سختی خواهد بود و با اینکه این, که این پروسی ها به دیسیپلین سازماندهی معروف بودن ولی میدونستن که کارت آستانه نابودی خودشون خواهد رفت و این شاهی که در اون زمان میزیست و اینا رو رهبری میکرد اما فریک کبیر معروف بود در سطح کشور خودش به ساده زیستی ام، که در کاخش حتی هم الانهمیشه رفتید در سانسوسی اون کاخی که ساخته بود برای خودش در کمود لباسش گویا چهار دست فقط یونیفرم بوده نمیدونم یونیفرم پارچه‌ای یعنی حتی وزرا و معاون وزیرا که میومدن مثلا اون وزیر مورد علاقش و دوست قدیمش در حقیقت علم او کسی بود به نام فریدرستوف ام این اه خب اون داخل اون یه پوشاک اشرافی و ابریشمی رو تنش بود ولی این شاه همیشه این لباس ساده دو تومانی در حقیقت تنش بود در مقایسه با اون از پارچه ساده همونی که گروبانم هم تنشه و چندی بار ازش پرسیده بودن که آقا این خورده آبرو کشور نمیبره که شاه مملکت حالا این کاخ بد نیست ساختی این خورده آبرو داره میکنه ولی این لباس به این سادگی پارچه اینا و اونم برگشته بود گفته بود که ببین ما تو این جنگ های عجب و غریبی که داریم با کشور همسایه میکنیم که تلفات وحشتناکی خواهیم داد یا داریم میدیم من از هر خانم رخشوی و نمیدونم نوکر و اینا انتظار دارم که به کام مرگ بفرست تو جنگ من چه جوری بیشتر از این یونیفرم دوزاریه تنم کنم اصلا دلم نمیاد اصلا نمیشه مایاسه م... نیست که من خودم لباس ابریشمی بپوشم ولی از اونها این قربانی رو بخوام این یه فرهنگی که توی خاور زمین برای افراد پس ساینس فیکشن میمونه اگه بخوای توضیح بدی که اگه کارهای سخت میخوای بکنی با قوم خودت میخوای در بیفتی یا با قوم همسایه کار سختی میخوای بکنی که قربانی بسیار میخواد سختیری رو از خودت آغاز کن وگرنه نمیتونی تمام این پروژه رو بفروشی به افراد و یا اینکه دائم ازت خورده خواهند گرفت حالا البته یک کسی ممکنه برگردن بگن که خب دیگه این اه اه فسادی که پس از انقلاب اومد دیگه اینقدر لوگان گسیخت و افرادش اینقدر دیوان و دروغگو بودن که دیگه یه خورده مثلا کم بود سخت شاید مثلا شاه نمیشه بود. ولی البته که نمیشه خب اینه که آدم خواهر دیوانن خب اینه اصلاً, اصلا کسی از آدم حساب نمیکنه. ولی در مال اون پیش از سر کار اومدن آدم خورها خب اونجا بالاخره وقتی یک کسی میخواستی کاری بکنه این کار باید سر میداشت ته میداشت باید قوم با خودش راضی میبرد میکشوند خودش رو تحمیل میکرد تبلیغ میکرد خب اونجا ما آدم باید انتظارات معقول داشته باشه یعنی باید کار انجام پذیر این مطلب که شاه بنزه کافی به دور وریای خودش سخت نمیگرفت تو اینکه دست و پاشون رو جمع کنن و شست و رفته رفتار کنن این یک کم بود سختگیری بود که سودمند نبود البته تو روح خود شاه بود از یه حدی فراتر دلش نمی اومد سخت بگیره بعدا تو برخورد با انقلابم نشون داد یعنی دور برش مثلا اینکه برادرش یا خواهرش میگفتن که خب ندوزیدن که رفتن مثلا یه خورده پورسانت گرفتن و از این حرفا البته این سخن درست نیست چون وقتی شما در دربار هستی خب نفوذ داری نفوذت وقتی پرسانت میگیری خیلی اوقات یعنی یه کاری ممکن انجام بدی که اصلا اون موقع درست نبوده به خاطر نفوذ تو فقط انجام شده ذات داستان داستان شاپور غلام رضا معروفه چه کارهایی که میکرده و برخی جام کاراش درست نبوده اصلا اصلا کاری که انجام شده سودمند نبوده اصلا زیان بخش بوده که اون پرسانت رو فقط بگیره از کشور فرنگی <تصفح> و این کمبود سختگیری خب اینجا به هیچ وجه با اون وضعیتی که سختی که تو میخواستی با قوم انجام بدی سازگار نبود یعنی آتو میداد به اینو داده شما آخر سر. مسئله دومی که نام بردیم کنار این گرایش به کمبود سختگیری پروسوار پروس وار مسئله دومی که نام بردیم این نبخشیدن مسئولیت بود البته من اونجا از شاه دفاع کردم باز گفتم آقا این نبخشیدن مسئولیت و این اصلا بلد نیستن خاور زمینی ها. یعنی اینطور نیست که او بلد نبود مثلا بقیه خیلی بلدن و نام وردن مثلا از سازمان اپوزیشن که اونا معمولا مم... مم... یه پیر خانقاه دارن و یا دیکتاتور دارن و اونام به کسی مسئولیت نمیتونه این فرهنگ نداشتن ولی شاه خودش هم تو این مسائل یه ضعف نسبی هم داشت یعنی <applause> دو چندان مشکل داشت با دادن مسئولیت ولی من از یه طرف دیگه هم باید, باید, ازشون دوباره دفاع کنم من به چشم خودم این رو دیدم که این خاور زمینی ها کنار هزار تا فضیلت دیگر یکی که دیگه دارن اینه که وقتی یک مقدار بهشون مسئولیت میدی خیلی زود خودشون رو فراموش میکنن من نمیخوام واژه اینو بکار ببرم که خودمونیم خودمونی پر رو میشن خیلی زود خوشنو فراموش میکنن کوشش های که چه در زمان رضاشاه چه محمد رضاشاه دائم به سوی کودتا پشت پرده انجام می شد این نشون می داد که این خواهر زمینی ها با پذیرفتن جایگاه خود در زندگی با پذیرفتن زنجیره فرماندهی وفاداری و کار خود رو درست انجام دادن سر بزیر انجام دادن ولی وظیفت تو انجام دادن و به موقع انتقاد کردن یا حالت متعادل خیلی مشکل دارن <تص> یا دائم در حال چاپلوسی هستند. یا در حال رستاخیز چیزی اون وسط نمیشناسن اگه یه مدتی هم سر بزیرن فقط واسه اینکه بعدا میخوان آخر همه رو چپو کنن باشون کار کردن خیلی سخته خیلی سخته ولی با این همه من بار پیش عرض کردم که به داخل آدمای سالم هم اون کشور بود من چند تا نام بردم که همه میشناسن و بیشتر از اونم بود فرست اونا باید استقلال رای پیدا میکردن و شاه عادتشون میداد که شما میتونید با من مخالفت کنید و بعد توی رو در روی میتونید حتی منو تو رأیگیری عقب بزنید و نظر خودتون رو کم کم تحکیم کنید به عنوان رایزنهای پای یک بدونین که شما این اعتماد به نفس و نسبی رو کم کم به اون رایزنهای پای یک بدی چیزی به نام نهاد مستقل نمیتونه پدید بیاد ولی اینطور نبود دیگه این تا که دو سال آخر قبل از انقلاب هم اینطور بود که هر کسی با سر تصمیم مهمی باید میرفت یا نه نیمه مهم مهم چیه خیلی جاها حتی در مورد اینکه مثلا اگه میخواستن یه افسر یا مثلا زودتر از موعد بازشسته کنن یا یه سری مثلا پزشکی رو توی مثلا بیمارستانی اضافه بر سازمان استخدام کنن خیلی حالی وزیر بهداشت منتظر تا شاه از مسافرت برگرده به اون مطرح کنی از این اینجور چیزا یعنی نه خودش این استعداد داشت که انتقال مسئولیت بکنه و نه دوروریاش درست راه نمایش کردن که این راهو چجوری میتونه بره من در اینجا باید بگم ارز کنم که من گزارشی به گوشم نرسیده که دوروری ها هم با توصیه های دقیق ایشون راهنمایی کرده باشن که علازد راهش اینها این یک دو سه چهار پنج این ایرونیا وقتی میخوان یه سیرم بهت بگن یا میخوان ازت انتقاد کنن داستان کارشون پرواکتیو و سازنده و کانکریت و س... یه سریح نیست همش پر از ناله است و کلیگویه که تو به عنوان راهنمایی شود اصلا خیلی اوقات متوجه نمیشین از چون اینجون تو چی میخواد شاید در تایید سخنت تو مواردی که شخص یا اشخاصی میرن پیش پادشاه و از شاه میخواهند که در زمینه مثلا تجدید نظر بکنه یا نگاه های متفاوتی داشته باشه من چندین مورد رو اینجا و اونجا دیدم به جای اینکه به اصل کار کار داشته باشن که به این دلیل این کار ممکنه نچه نرسه بیایم اینوری نگاه کنیم و اینجوری قضیه رو بریم دنبالش همیشه حالت زدن زیراب شخص یا اشخاص دیگری رو دنبال کردن یا اینجوری جلوه کرده یعنی در حقیقت شاه با جماعتی رو برو میشد که میاد میرن میگن اونا بدن ما داریم حرف خوب میزنیم صحبت از چگونگی انجام کار نیست صحبت از اینی که اونا بدن و این هنوزم توی قاموس ما هست متاسفانه بله بله. یعنی شما میدید توی مجموع داری کار میکنی یکی میاد میگه اون یکی دیگه بده یا یکی میاد میگه اون یکی دیگه بد کار کرده یعنی بیشتر رو اشخاص اینگونه به سرزنشها سرزنش ها و شکوهها ها و ایراد گرفتن ها تا اینکه روی اصل کار باشه من مثلا من میدیدم روی مثلا خرید اسلحه اون موقعی که وضع کشور خیلی خوب بود و اصل از امریکا می خریدن یا از انگلستان یا جای دیگه همین صحبت بود که مثلا فرض کنید فلان تیم سال می میگفت که طوفانیان برای این میخواد این هواپیما رو بگیره که پورسان توشه مه. خب اگر می آمدن مثلا فرض کن همون شخص می میگه به این دلیل مثلا F14 و این یکی مثلا فرض کن فلان هواپیما این ما، این مزایا رو داره مطمئنا همچنان که بارها شده بود شاه شا آدمی بود که میپذیره ولی اینکه من میگم اینه اون فکر خودشه اونجا شخص اول مملکت به این اندیشه می افته که این مشکلش درستی کار نیست مشکلش نیست با اون بده و این یکی از گرفتاری های بزرگ فرهنگی ماست اصلا قلن... توضیح منطقی دادن و پای ب... پایا ب... پای ب... پای اصلا نمیشناسن مم. ای با یه ناله بسیار بزرگ و تمامیت خواه میخوان یا زیرا به رو به روی رو بزنن یا یکی دیگه رو بزنن تمام داستان و هم با یاد ناله و گریه و فقان و یعنی یه فضای بسیار بسیار کنتراپرودکتیوی هم درست میکنه هزار ساعت میشه در مورد اینم گفت البته یه کسی ممکنه بگه که خب اگه اونای مشکل داشتن با انتقال مسئولیت و اینها چرا جمهوری اسلامی ظاهرا تو این زمینه مثلا یه خورده بهتره یا کارآمدتر مثلا همین رهبر برمیداره مسئولیت سرکوب ها یا گرداندن مناطق یا اینا رو میسپره به این و اون بعد میگه سیستمش هم آتش به اختیار دیگه خدا بزرگ بره دنبالش مم. چرا این یکی ها راحت تر انتقال مسئولیت رو میکنن خب ببین اه ما تنها سیستم جا که در کشورمون داریم همین سیستم مافیای الله پرستیه <تصفح> و این هم سیستمش اینجوری کار بکنه یه <تصفح> نیروی هست تو اون آسمونا و این نگهدارنده و سازمان دهنده این مافیاست به نام الله و فرمانده اصلی هم اونه نه یه شاه و رهبر و اینها ما در حقیقت همین رو به اون نیایش میکنیم در اون دنیا ما ازش بازنشستگی میخوایم و اینجور چیزا یعنی مسئولیت اصلا مستقیم از فرمانده زمینی اصلا گرفته میشه که اصلا کسی از کسی بپرسه که آقا تو مسئولی نیستی چیزی توضیح بده این اصلا هیچ مالون تو جهان واهیه و بعد گفته میشه که اوکی حالا ما تا هنگامی که در خدمت اون فرمانده آسمانی هستیم هم کارمون اینجا فقط دزدیه در حقیقت دزدی و تقسیم این قنائم به قول خودشون و انفل یا قنائم و خب این یه سیستم بسیار بسیار بدوی است که با ذهن افراد بدوی هم خیلی سازگاری داره که روی قارت همگانیه ام. یعنی ایجاد یه سیستم مافیاییه که به هر کسی که در اون مافیا انبازه یاری میرسونه یاری منظورم نه یعنی سود میرسونه و خب اون کسی که در اونجا انبازه هم نمیخواد که تمام بستر مافیا فرو بریزه این میشه عنصر به هم پیوستگی اینها و سلام نامه تمام ولی وقتی بهشون کار بیسپوری که آقا یه جوری آباد کن تا اونجا میفهمی که چه خرابی به بار میارن که اصلا به قول ما تو آذربایجان جوی دو تا خرم نمیتاسم چطور کنن تو کارا فقط تو بخش دزدیه که سیستمش کار میکنه دزدی همدانی خب اون که حساب نیست بنابراین اگه اینا تو بخش سازندگی و کارآمدی بود اون اون موقع اون برهان درستی بود که چرا اینا بلدن اون یکی بلد نبود ولی خب تو بخش دزدی و مافیا درست کردن خب اون هر کسی بلده. پس از این صفر عاملی که دفعه پیش گفته شد به شهر و الان یاداوری کردیم که البته خب یاداوریش هم طولانی شد چه عواملی دیگری دخیل بود و به نوعی می شود گفت که سستگاه سیستم پیشین بود که راه رو برای این مصیبت در کشور باز کرد توسط این اراذل من برهان سوم مونده بود که میخواستم بهش بگم نبود زبان دیپلوماتیک با روبرویی و در این باره من میخواستم برای اینکه نشون بدم که این سیستم توی همه ایرونیا وجود نداره و اینا بلد نیستن یا سخت بلدن این مسئله چیز رو اینجا بیارم اون نامه سه نفری بود که سنجابی و فروهر و بختیار یک سال پیش از انقلاب نوشته بودن به شاه اون ما با هم نگاه میکنیم ببینیم که مدل زبانی که اون تو هست و داره مطرح میکنه چیه و یا این سازنده است میتونه آخر سر اون شاه مثلا متقاعد کنه که یه کارای مهمی اینجا باید انجام بشه یا فقط میتونه به اون منجر بشه که مثلا بازم کاری با هم انجام نشه الان دیده میشه نامه سه نفر بله نامه سه نفر از سران جبهه ملی ایران به محمد رضا پهلوی در خرداد 56 حالا اینو آقای سنجابی و بختیار و فروهان مثلا نوشتن به عنوان سه تا هوادار یا پیرو جبهه ملی کلاسیک که از خودشون به شاه بگن که کارادر به شدت اشتباه پیش میره پیشگاه علا حضرت همایون شاهنشاهی فضایندگی تنگناها و نابسامانی سیاسی اجتماعی و اقتصادی اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضا کنندگان زیر بنابر وظیفه ملی و دینی در برابر خلق و خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و معمولیتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه داشته باشد نمی شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص علیه قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سپاسها و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده اند این مشروعه را علا خطرات سنگین تقدیم حضور می نمایم. خب این نامه حالا گذشته از اینکه یه مغلطه های توشه مثل مسائل وظایف دینی و خلق خدا این مسائل که نشون بده خود اینا مخشون پار سنگ برمی داشته توی زمینه ها ولی ام، ام، نامه با حمله به شکم روبروی آغاز میشه یعنی اصلا نیومده نفس یار رو میگیره که میگه آقا تو چون اینجا به ناحق همه چی رو خودت متمرکز کردی ما دیگه با خودت صحبت میکنیم اصلا نه با نخست وزیر صحبت میکنیم نه به هیچ کسی یعنی و یه مغلطه دیگه هم تو کار هست که آقا تو از کجا میدونی که هیچ جا هیچ مسئولیتی وجود نداره در هیچ سازمانی در صورتی که بخش های بزرگی از ادارات و یا سازمان ها استقلال کاری داشتن از شاه از میتون... در گزاره نخست فضایندگی تنگناها و ناب سامانی های سیاسی اجتماعی اقتصادی اولا خوردار پنج و شیش کشور چند سال خیلی خوب نظر اقتصادی پشت و سر گذاشته بود اونو میخواستم بگم این البته اشاره شون به آغاز تورمه آره ولی تورم می... اومده بود ولی همون عرض من اینه که میخواستم بهش برسم که بعد از اینکه کشور ده دوازده سال رشد دو رقمی داشته اینا یه جوری دارن صحبت میکنن که انگار کشور زامبیاست یعنی توصیفشون تو همون سه چهار جمله اول اینه که اینجا زامبیاست و رئیسش هم یه آدم قدار بند زبون نفهمه که همه رو گرفته دستش حالا ما میخوایم با این صحبت کنیم درست ای هم که پایینش هست اینه که میگه با اینکه این مسئله خیلی خطرناکه ما مثلا میگیم خب شما که همتون بعدن سر مرو گنده که مونده بودی که یعنی اون خطرش پس کجا بوده از نشون میده که خود از اونی که میگید متمدن تره یعنی یه آلمانی در قرن 18 هم یا 19 هم مثلا اون موقع که اینجام کشور ابسولوت بود ابسولوت پادشاهی مطلق محال بودی هم همچی مزخرفاتی رو برای پادشاه کشور خودش بنویسه اون نامه رو اولا با ادب آغاز میکرد بعد میومد میگفتش که بله مثلا ما مثلا آگاه هستیم از اینکه اعلی حضرت کوشش کرده مثلا روند تکاملی کشور درست پیش بره کارهای بزرگی هم انجام شده ولی اینجا مثلا دو تا مشکل وجود داره یکی این که خب اعلی حضرت اصلا قرار نبوده که تو این کارها مثلا دست بیازه به خاطر قانون اساسی و دوم اون که شاید به خاطر همین تمرکز قوا بوده که خیلی اشتباهات هم انجام شده که میتونسته تو مثلا توضیح قدرت جلوش گرفته بشه یعنی همینو, همینو این ستا نمیخوام حاج الاغ رو به کار روان گذاشتن گو... رفتن همینو این سه تا خاورزمینیا یه زبون نفهم به حالتی میتونستن دیپلماتیک مطرح کنن نه. که بدون اینکه یک درصد از محتوا رو قربانی کنن خواننده که خود شاه باشه اصلا مشتاق بشه که بقیه نامرم بخور اینا رو زود دعوت کنی که اینا مثلا من توضیح بدید که چجوری بهتر بکنم از این بعد باید. یا دست کم اگرم این کار نمیخواد بکنه چون مثلا خودش خوش عاقل تر میدونه ولی دست کم به این ستا احترام بذاره که مثلا میگه چه نامه اساسی نوشتن باید. ولی نامه رو یه جور نوشتن که نامه آغاز نشده رفتن تو شکم یارو <تصفح> این عشق خاورزمینی است <تصفح> حالا میریم پایین <تصفح> در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می شود که مملکت از هر طرف در لبه های پرتگاه قرار گرفته با خورداد 56 <تصفح> همه جریان ها به بنبست کشیده نیازمندی های عمومی به خصوص خاروبار و بار و مسکن با قیمت های تصاعدی بی‌نظیر تو نایابی گشته کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات و وحشت آور گردیده نفت این میراث گرانبه های خدادادی به شدت تبذیر شده تبزیر شد و برنامه های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت های پلیسی به, به حد اکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق, ف... فضیلت بشری و اخلاق ملی را حالا خوب دوباره اینجا اسلامی رو نگفتن به تباهی کشانده است این نصفش که دروغه <applause> اصلا یه شرایط نهیلیستی ایجاد کرده کسی ندونه فکر میکنه از این فیلم هاست که آخر جهان رو داره تصویر میکنه میدونم میدونم می همون 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 گریوزاری خاورزمینیه که من میگم دیگه مال. که همش یا باید تملق کنه یا دیگه باید بره تو یا یارو دیگه همه رو به به هم این زبان دیپلماتیک اصلا بلد نیست گذشته از اینکه نصفش دروغه از من کی گفته که هرچی اینجا ساخته شده به بحران نابودی و تزلزل افتاده پول زیاد تزریق شده توی سیستم اقتصاد کشور این احتمالا گناهشم با شاه بوده تورم اومده مگه تورم مگه همه چی رو میمالون نابود میکنه اولا که جلوشو میشه گرفت دوباره میشه کاهشش داد اوردش پایین درستش کرد فلان چرا داری ولی یه جوری توصیف میکنی که اینا انگار هر کاری انجام دادن از رو بدخواهی واسه نابود کردن کشور بوده بله. یا نفت این میراث گرانبها تبزیر شده بابا نفت که قیمتشو 16 برابر که در ظرف 5 6 مطلبی رو که این خاور زمین در نظر نمیگیرن این در خود زندانی بودنتون روانشون درسته که در نظر نمیگیره که عیز من اگه شما بدون 28 مرداد ادامه داده بودید من حاضرم دستم تو آتیش شرط ببندم که میزان دزدی ها میزان حیف و میل ها میزان خرابکاری ها صد برابر این می بود آمده. دلیلش هم اینه که چون تو اون سیستم ملاکی پاکستانی که بعدا درست میکردن توی مسجد همون شبیه اونی که جمهوری اون اسلامی هم داره دلست. هر کسی تو هر منطقه تو هر شهرستانی وکیل اون منطقه که برگزیده میشد در حال بخور بخور بود دلست. کی میخواست چلوشو بگیره چون فرهنگ مملکت هم فاسد بود دلست. مثل مثل مکزیک میشد دلست. ولی یارو چون اصلا قوت تخیل نداره میگه مم. همینی که شده خیلی بده اگه دست ما میدادن ما چی میکردیم بعد اصلا بابا اصلا گیروم شما ستا نابغه مم. این چه مدل نوشتنه یعنی هنوز آغاز نشده رفتی چنان تو شکم خواننده که اون اصلا یکی اصلا میل اصلا به ادامه خواندن و گوش فرا دادن به فرماشتیده نداره مم. حاصل تمام این اوزاد تو هم با وعده ها و ادعاهای پایان ناپذیر و گذاف گویی ها و تبلیغات و تحمیل جشن ها و تظاهرات نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه ها و اسیان نسل جوان شده که آشغانه داوطلب به زندان و شکنجه و مرگ میگردند و دست به کارهایی میزنند که دستگاه حاکم خراب خرابکاری کنند دوباره دروغ پشت سر هم اون وسط یه نشانه هایی از راستی هم قایاغت ولی بخش بزرگ دروغ عیز من جوان ها که رفتن تند رو شدن به خاطر این نیستش که اونجا کم بود دموکراسی مدل پاکستانی بودی که شما دوست دارید هم. چون در خود آلمان هم که دموکراسی مطلق اون زمان بود این گروه های تند چپگرا بودن که کارشون دزدن کشتن سیاست مدارا بود بله گروه بادر ماینوف بادر ماینوف ده. در بود بله همه جا بودن بعد این ترک وطن این مزخرفات چیه این ترک این که بعد از انقلاب که ایجاد شد در حالت میلیونی میگه چند نفر الان خرداد 56 اونجا مثلا ممکنه به خاطر افزایش تورم ترک کرده باشن شاید تعدادشون به هزار نفر نرسیده این این حرفا چیه چرا این آدم حرف نمیزنید که اون رو به هم که داره میخونه گوش کنه مثلا یه چیزا این تو هستش که میشد اینا رو مثلا شکافت و بهتر واقعا ازشون مطلب درست کرد مثلا اینی که میگه مثلا ارزم موضوعیت که نه اینکه پرت با... پرتو پلاس حساب کن میگه مثلا وعده ها وعده های بسیار که حالا اینا بعد میره تو واژه گذافه گویی که دوباره روبرو رو, 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 تحقیر کنه وعده های بسیار درست میگه این یه اشتباهه وعده های بسیار در قوم یه حالت انتظاراتی پدید میاره که بعدا خود اون انتظارات رو چون نمیتونی اجابت کنی خود اون حالت انفجاری پدید میاره این یه اشتباه بزرگه که دولت قبلی میکرد بعد این مسئله ای که خروج سرمایه ها و اینا این بخش بزرگش پرت و پلاس بخش بزرگی از ایرانی هایی که خارج از کشور هم سرمایه های داشتن خیلی قد دوست داشتن برگردونن دوباره تو ایران چیزی بسازن یا افزایش بدن حالا در آسان سال 56 میشه یه خورده در موردش صحبت که برخی ها ناامن شده بودن یه خورده سرمایه خارج میکردن ولی این چیزی نبود که غیر قابل حل باشه شیش 6 ماه 8 ماه 9 ماه بعدش اگه شما یه خود تورم میوردید پایین و ثبات به سیستم اقتصادی برمیگشت و یک سال نیم بعدش تمام این سرمایه ها دوباره با سرعت برمیگشتن میمدن این یعنی یک این آسیب های نهایی نیست که اینجا زده شده مثلا مثل خود, خود انقلاب باید. بعد این بقیه پرت و پله ها که میگه این جوون های ما این آدم های منطقی بودن به خاطر مثلا این دیکتاتوری رفتن دنبال کارگه تند رو که اینو ما بعدا بهش میرسیم تو برنامه های آینده که اصلا به این ارتباطی نداره بلکه اون روح اسلامیشون بود که اونا رو در تضاد با جهان مدرن قرار داده بود حالا بگذاریم این همه ناهنجاری در وضع زندگی،, زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دارست حالا اگر قبلش اینجوری احمقانه مطرح نکرده بودن مسائل این جمله رو باز میشد یه جورایی مثلا که بله حالا این ناهنجاری هایی که روی داده خب بالاخره باید یه بخشش هم منجر از مدیریت باشه فقط بد شانسی نمیتونه باشه مدیریتی که برخلاف نسل سری قانون اساسی و اعلامی جانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است اینا رو بخشایی که میتونستن بهتر از این بکنه که اون قبلش اونجوری نگفته بودن در حالی که نظام شاهنشاهی خود برداشت کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنه تاریخ ایران می باشد که اینجا میگه حالا بالاخره این یه تفسیری شما الان خودتون اواخر درست کردید از مسئله شاه و ملت و شاهنشاهی در روزگار کلونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما اداره امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانی تمام نیروهای مردم امکان پسیم شد. این جمله خوبه این مشروع سرگشاده به مقامی تعقیب میکرد که حالا خودش تو هاروارد گفته که آقا آزادی فردی رو باید چیز کرد گرامی داشت شاه گفته بوده و تازگی در مشهد هم گفته که رفع عیب به وسیله هفتیر نمی شود بلکه به وسیله جهاد اجتماعی از این حرف این بخشش که خب اینا هم البته اون وسط زخم زبون می ریزند ولی باز اینا باز بهتره بنابراین تنها راه بازگشت و رشد و ایمان شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگنه و دشواری هایی که آینده را تهدید می کند ترک حکومت استبدادی تمکین مطلق به اصول مشروعیت احیای حقوق ملت احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامی جهانی حقوق بشر انصراف از حزب واحد آزادی مطبوعات و اجتماعات آزادی زندانیان و تبیید شدگان سیاسی و اسرها حالا اینا به عنوان خواسته های مطلق این آخر درسته ولی هر کسی میدونه که توی فضای یک کشور خاور زمینی مسلمان وقتی باید مطلق و ناگهانی وقتی میخوای پیاده کنی اونجا کارش اصلا فقط به انفجار میرسه بلکه بی حالت تدریجی باید اینا پیاده بشه حالا تو این پاراگراف آخری هم باید یه اشارتی میکردن که اینا باید توی پروسه زمانی چیز بشه نصب بشه 1776 وقتی جیمی کارتر به ریاست جمهوری رسید از حزب دموکرات امریکا سراغ مسئله به اصطلاح نقض حقوق بشر تو چندین کشوری رفت که هم همراه و هم پیمان امریکا بودن از جمله ایران دوشیش میشه 1355 این نام خورداد 56 نوشته شده بله چند ماه پس از روی کار آمدن کارتر قطعا بله. این آقایون نشانه دیده بودن بهشون اشاراتی هم شده بوده که الان وقتشه بله. که شما به خاطر فضه باز سیاسی که قرار داده بشه یه خودی نشون بدید و اظهار وجودی بکنید این سه شخص این سه نامشون اینجا آمده شرام جان به طور قطع بله. چون تاریخ نشون داد خودشون بله. توانایی گرداندن یک مدرسه هم نداشتند آقای شاپور بختیار حالا خدا اگه خدایی باشه بیا مرزتش که توسط جمهوری اسلامی کشته شد ولی تشکیلات نهزد مقامت ملی در پاریس با رهبری بختیار یه جریان بسیار ناکارآمدی شد با وجودی که صدها ایرانی به درد بخور بهش شدن با وجود اینکه حتی جریان قیام هیچ دعیتی کودتای نوژه معروف شد هم با اونا در پیوند بود هر کسی تو اون جریانات بوده و هنوز زنده هست میگه که جریان بسیار ناکارآمدی بود پول بود امکانات بود ولی نه تر بود نه برنامه بود و اطلاف وقت بود آقای کریم سنجابی هم که بدو بدو به نفل شاتو رفت یک سال پس از این جریان نه او که اصلا کاملا آدم دی دیوان دیوان نفهم بود. آفرید وزیر خارجه بازرگان هم شد در دولت نخست جمهوری اسلامی و بعد یعنی کامل دو دستاشو کنار هم گذاشت به عنوان مثلا شاگرد مصدق کاملا در برابر خمینی تسلیم بود دایش فروهر هم چندان کارنامه بهتر از اون نداشت وزیر کار شد در جمهوری اسلامی بعدم تو چندین مرحله با این که حتی جپ هم دیگه جمهوری اسلامی ورکت کرد اونا رو تایید کرد و نهایتا فرجام خیلی تلخی پیدا کرد و توسط جمهوری اسلامی وقتی دیگه اعتراض میکرد فروهر هم خودش و هم زنش خیلی فجی کشته شدن یعنی بیرون حالا رو بذاریم که نه لنگش کردن شرم جان توسط افرادی خودشون تو سالهای بعد نشون دادن که چقدر آدم های ضعیف و ناکارآمدی هستن نشون میده که این گونه نامه نوشتنها ها جدا از این که به طور خیلی قشنگی شما اشاره کردی که دو پاراگراف اول نشون میده من برای دعوا اومدم و اصلا میخوام بگم تو رو ناراحت کنم من نمیخوام چیزی رو درست کنم کل قضیه این که الان به خاطر فضای باز سیاسی و اشاره آقای کارتر ما میخوام ماهیگیری کنیم و امنیتی توی همچین متنی نمیبینم ببیشه حتی حتی تو پاراگراف آخرش این این نامه یک به بهترین وجه نامه خاورزمینیه یعنی تو جنبندی کردی بسیار بهتر از اون چیزی که من در اون مدت گفتم یه ور داستان فرصت طلبیه چون فضای باز سیاسی آمده یعنی به جان که فضای باز سیاسی رو تشویق کنه بگه چه خوب که فضا باز شده داره کوشش هایی میشه ولی مثلا خیلی جا داره که گسترش پیدا کنه مشکل زیاد داره <مید> به جان که به کارهایی که انجام شده به فضایی که داره ایجاد میشه اشاره کنه و تشویق کنه و تبلیغ کنه داره تو شکم یارو میره اصلا اشاره هم نمیکنه یعنی <مید> از همون فضایی داره استفاده میکنه و اگر مثلا جرئت نمیکرد مثلا همین نامرم بنویسه <مید> اصلا همون فضایی ولی داره تو شکم یارو میره تحقیر میکنه تمام مدت از طرف دیگه هم اون مطلب دیگر که گفتی که خودشون وقتی نوبتشون شد خب آدم دید چند مرتن لاجن و حالا من البته سنجابی رو با بختیار نمیشه مقایسه کرد سنجابی رو با بختیار مقایسه کردم نمیشه که یه آدم عقب مانده ژنتیکی رو مثلا داری با آدم شست رفته ما. اون اصلا قابل قیاس نیست ولی خود بختیار هم که توانایی و ظرفیت هوشی و ذهنی و اینا خیلی بالاتر از سنجابی بود ولی وقتی که نوبتش شد که حالا بعدم بهش میرسیم دیگه تون ماهای پایانی و روزهای پایانی که چجوری از پس مدیریت مشکل بر نیومد و اشتباهات مخلی که انجام داد و از این حرفا بهش میرسیم ولی همه اینها بدون بدون عذاب وجدان میتونستن یه همچین نامه رو مثلا بردارن بنویسن و دائم شاه رو تحقیر کنن با اینکه از پیامد مدیریت او بوده که تو همین کشور خاورزمینی این همه کار انجام شده بود yeah. یعنی خاورزمینی ها توی برآورد کار دیگری هم انصاف ندارن یعنی به همدلله نه زبان دیپلماتیک دارن نه انصاف دارن ولی برای اینکه داستان تکمیل بشه در مورد این ناتوانی در زبان دیپلماتیک که اون فاکتور سوم بود من باید به خود دولت و شاه هم اشاره کنم که اونام این کار خیلی بهتر بلد نبودن زمان چقدر داریم؟ خود ده دقیقه اوه بسیار خوب من بیرم سراغ ماموریت من برای وطنم از سوی خود محمد رضا شاه الان الان اون صفحه فصل پنجم ایام پراشوب دیده میشه؟ بله بسیار اینو محمد رضا شاه روانشاد مثلا نوشته که از دید خودش بگه او مثلا اتفاقات با مثلا مصدق رو چگونه برآورد میکنه در معمولیت من برای کتابی از خودشون فصل پنجم ایام پرآشوب و تشنج چند سال پیش شخصی به نام دکتر محمد مصدق بیش از هر ایرانی دیگر در تاریخ ایران، اخیر ایران موضوع مقالات و مندجات روزنامه های آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته بود و متاسفانه برخی از مردم در خارج ایران وی را ملاک قضاوت خود درباره ایران و ایرانیان قرار دادند خب این دیگه چه آغازیه اولا شخصی به نام دکتر محمد مصدق چی خب بالاخره ایشون که دیگه مهم بوده خودش رو جا باز کرده بوده همه میشناختنش مثلا یه جور میگه که مثلا, مثلا مثلا یه کسی بوده که آدم مثلا یه چیزای شنیده ولی معلوم نیست کی بوده بعد میگه بیرونیا گفتن که این مثلا ایرونیا اینجوریه نه بابا مثلا این خلافه بقیه خوبن در این کتاب باید به خوانندگان اطمینان دهم که مصدق هرگز نمودار ایران و مظهر و نمونه خصائص ملت ما نبوده است کجا میدون خب اونا که روانشاد مصدق که بقیه که انقدر دیوانه و چاوکش آدم خوار بودن که بعد از انقلاب نشون دادن که خب در مقایسه با اون که ایشون که برنده جایزه نوبل بوده که آخه چجوری تو میگی که اونا مثل این نبودن اون بعدیا که خودشون نشون دادن بعدن چه در فصل قبل ذکر شد که پدرم مصدق را در سال 19 زندانی کرد و در اثر شفاعت من آزاد کرد درست در سال 32 بار دیگر به جرم برهم زدن اساس حکومت که خود خیانت بارزی است محکوم شد من در آن موقع نامه نامه‌ای به محکمه نگاشته رسار داشتم که وی را از تخریراتی که نسبت به شخص من مرتکب شده بخشیدم و در اثر همین نامه و علتی که بسیار از اعدام که معمولا فلان رسم است رهایی یافته سه سال محکوم کردید و فلان حالا خب اینم که اینجا زیاد جالب نیست برای اینکه دیگه هر کسی میدونه که بعد از سی و دو، اون محکمه هم در حقیقت یه جورایی از قبل قرار بود که چه نتیجه اتوش بیاد بیرون و اونم که نامه که شاه نوشته که اگه به شخص من چیزی گفت ناده بدید که اونم که اهمیت نداره اصلا موضوع این بود که ایشون نامه ازلش رو نپذیرفت بوده مثلا ایشون وقت توهین شخصی که به شاه نکرده بوده که تو تو خاطرات و تعلوماتش هم همیشه با نهایت احترام نوشته بلکه زیرا به احساس دولت رو زده بوده و مسئله اصلا چیز دیگری بوده اصلا به خود شخص شاه رب داشته اینجام اینجام اینجا شاه میاد دوباره خوش مرکز اتفاقات میداره اینجا هم دوباره همون خاصیت خواهر زمینیه این بار صد بار این کار رو بعدا صد بار روان شد محمد رضا شاه میکنه یه یعنی میگه من من این من اون من فلان حالا میرسیم بش. البته شرم جان با توجه به اینکه دادگاه نظامی بود و دادستان سلشگر آزموده برحال صد 100 درصد هم رئیس دادگاه هم دادستان از شاه حرف داشتن شاید این خروجی این دادگاه که سه سال محکومیت برای مصدق بود که خروجی نرمی بود برای هفتاد سال پیش قطعا با دخالت شاه بود شما میتونست بجای سه سال سی سالش بکنه نه مدلش مدل نوشتنش درست نیست که میگه من گفتم که اگر مثلا تقصیراتی به شخص من داشته کاری نکنید نه باید میگفتش که آقا من از دادگاه خواهش کردم که ایشون به خاطر مقامی که داشته مثلا حساب مقامش رو بکنن و از این حرفا یعنی اینو دوباره به خودش ارتباط خودش اینجا مظلوم میشه امام حسین میشه اون یکی چیز میشه یزید میشه همون کانسپت بیرون وی از سال سی و پنج که از زندان بیرون آمد به ملک شخصی خود در نزدیکی تهران رفته و تا کنون که این کتاب انتشار پیدا می کند، چون شخصی با ثروت است فلان اونجا زندگی آرام و زن. من به جهات عدیده مجبور بودم که در باره شخصیت مصدق مطالعه کنم و ارزش معنوی و اخلاقی وی را با مقایسه بین گفتار و رفتارش معلوم س... بابا عیزه من این اینو باید میدادی تو یه شاه انگلیسی بنویسه <applause> که میدیدی با چه زیرکی و به حالت غیر مستقیم داره خواسته میرسونه ایشون داره یه جوری صحبت میکنه که انگار مصدقی موش آزمایشگاهی بوده این در حیطه قدرت علا حضرت بوده که اون بشینه اینو مطالعه کنه که این موشه کجای کارش درسته کجای کارش غلطه من ایشون رو مطالعه کردم ارزش معنویشو برابر این حرفات چیه من برابرت که بالا پایینش اصلا کی گفته که شما هوشت از اون انقدر بیشتر بودی که میتونی اونجوری برآورده کنی مثلا هوش آزمایشگاهی یعنی اصلا درست سه مدل نوشتن ها وی مخصوصا در دوره نخست وزیری از نزدیک مورد دقت و مطالعه من قرار گرفت اونم نه مثلا من من نمیدونم میگم وزیر دربار نشستیم با هم صحبت کردیم افراد من من, من خودم همه چی رو میتونستم تشخیص بدم زندگانی اجتماعی وی در عالم حرف روی کاغذ به نظر آبرومند میآید وی در سال 1260 شمسی حالا فلان میگه که ملاک بود چیز شد رفت سوئیس برگشت مسئولیت اینو داشت اونو داشت بعد انگلیسی ها او رو آخر استانداری فارس فراهم آوردند حالا اینم اینجوری گفتن لازم نیست چون خب خود رضا هم روان شد با تصویب اونا بر سر کار اومده بود این اینجا اشاره کردن که یارو حتما انگلیسی بوده خب که جالب نیست چون نبود آخر اونجوری فقط یه آدم مشوش ناآرامی بود روان شاد مصدق که کاراش سر و ته نداشت ولی نه اینکه ایجنت اینتلیجنس سرویس بود در سال 94 شمسی نخستین بار به نمایندگی مجلس انتخاب شد و تا هنگام سقوط خود سمت رو داشت و داشت از این حرفا بعد میگه که بیشتر افراد تصدیق میکنند که وی شخصا مرد درستکاری بوده ولی بعد میگه که ولی چنان که ذکر خواهد شد قبول این نظر بسته به تعریفی است که از کلمه درستکاری بشه بود این نشه آقا آخر سر یارو جای مدرک دوزی ازش دارید یا ندارید البته این فقط مبنا که شرم جان رو دزدی نیست درست کاری وقتی شما حکم به شما میدن میگن شما دیگه خاص وزیر نیستی برو خونه. میگی نه این جله این شامورتی بازی میشه نادرستی دیگه میدونم اون موقع تو پرانتز بده که البته که خب این اون موقع در تضاد دست با رفتاری که ایشون هنگام ازلش انجام داد حالا همینم هم میگم بستی که در درست کار منظورتون چی اگه پاک اینا کنایه است شاهین اینا کنایه است این همون زخم زبونیه که اون سه کله پوک پوزش میخوام اون سه نفر به کار برده بودن اون سه کله پوک فیلمش یادته <applause> این همون این همون زخم زبونیه که اونا به کار میبردن. این خاور بهتر از این بلد نیست هم. من نمیدونم چشونه و هیچگاه <applause> کمونیست نبوده اصلا. این که از این از کجا آمد یه ها همه چی شد که فقط کمونیست بوده وی در ظاهر همواره از کمونیست ها برکناری داشت ولی آدوی کنید این که به کمونیست به اون چیز نگاه میکنه به عنوان مثلا یه جور بیماری مثلا <applause> چیز از جوانی مصدق آنگاه در دوره قاجاری حالا میگه چونه چون کرده حالا تو صفحات بعدی هم اگر که ادامه بدیم این زخم زبون ها پایان نداره جاهای خیلی بد میاد مثلا باید دید مصدق از خصائصی که لازمه یک نفر سیاست مدار حقیقی است چه کم داشت اولا اطلاعات عمومی او بسیار ناچیز بود عیز من آخه اینو که آدم نیوت در مورد نخست وزیری که از کار بر کنار شده و زن... ببین چجوری بگم اگه هنوز سر کار بود و در قدرت بود و مثل خوش دفاع کنه مم. میتونست اینجور رک بگی البته نه شاه مملکت چون که شاه حق نداره اینجوری بره تو شکم اون. مم. نخست دیگه ولی حالا که دیگه تو تبعید هم هست آدم پشت سر کسی که تو تبعیده که اینجوری حرف نمیزنه که این نهایت چیزی که میتونه پشت سرش بگه بگه که بله من در مصاحبه هایی که با ایشون داشتم این احساس بهم دست داد که خیلی اوقات به مسائلی که به سیاست خارجی بود اون دقت یا علاقه وافر رو نداشت اینو میتونی حد اکثر بگی نه اینکه بنده ایشون چیز شد اسمش ابجکت مطالعه من قرار گرفته و فهمیدم که خیلی نفهم بود این هیچ اطلاعات عمومی نداشت زبون دیپلماتیک و اینا بلد نیستن حالا تو هرچی میخوایی بگو نه اوزده کل پوک بلد بودن نه روانجاد علا حضرت کمایونی بلد نیستن اینا خیال میکنن که هرچی مستقیمتر تر یخیه طرف مقابل رو بگیرن کار مهمی انجام دادن البته این الگوها رو خب این تفلی این همه از اسلام یاد گرفتن نه اینکه اون همش میگه که این جا حق است و اون باطل هست و اصلا میگیری میکشی بشو فلان میکنیم از حرفا خب کسی که تو این پاتلاق اسیدی از بچگی که بزرگ اون زبان دیپلماتیک دیگه نمیفهمه آقا غیر مستقیم یه چیزایی رو چون نخواست وزیر مملکت بوده حالا یاقی شده دستور عزلش رو نپذیرفته بسیار خب شما هم قدیس یکم لحن شا ملایمتر میشه اون یه خورده ده. بهتر میشه یه خورده بهتر میشه یه که این هم واقعا برای من تعجب آور بود چون مصدق شخص کودنی نبود و تا حدی اهل مطالعه به حساب میمد با علت بی اطلاعی او رو در امور اقتصادی حمله بران کرد که وی همیشه چنان در چنگال های روحی خود اسیر بود که نمیتوانست به طور عمقی و عملی یک مسئله اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد این جمله جمله نسبتا خوبیه اگر تمام متن تو این حالت نوشته میشد خوب بود بس اون ستا بودن که اون وسط که داشتن دیوانه بازی می بودن میبودن یه جمله خوب هم میومد <تصفح> اونا هم اگه توی یه جمله خوبه رو گسترش میدادن به تمام نامه نامه خوبی میشد بله. اینجا مثلا این جمله خوبه اینجوری باید بنویسی که آقا بله من من متوجه شدم که البته بازم اینجوری نه که من میگم یارو تقیان درونی داشت دیوونه بود بلکه مثلا من متوجه شدم که ایشون گاهی اوقات آسان برمی آشفت و من به خودم گفتم شاید اینه که باعث میشه که آدم سخت میتونه باهاش مثلا مذاکره کنه بابا شاه این باید تو زبانی مثل شاه انگلیسی حرف بزنه از این موضوع وخیمتر منفی بافی او بود بعد میگه که بعد یه مقایسهش میکنه با هیتلر که اصلا اینم درست نیست آخه مصدق کجا هیتلر کجا بعد میره خلاصه سراغ این که ایشون چیز بود سیاست اون موازن منفی رو بعد در حقیقت این معرفی میکنه که یه جور منفی بافی کامل و منفی به همه چی نگاه کردن که همچین خیلی اشتباه هم نیست ولی با این الفاظی که ایشون میگه دوباره همون مشکل دیپلماتیکو داره بعد میخواد مثلا از این انتقاد کنه که مثلا خود مصدقم چرا زبان دیپلماتیکو بلد نیست بعد اشاره میکنه به اون دیدار عجب غریبی که یه بار با مصدق داشته که مصدق در نیامده تو گفته که پدر شما خائن بود چون که راهنو از شمال به جنوب کشی آخر روان شدم از این ستام بدتر بود خود مصدق مصدق از در نیمده تو میره تو شکم شاه که پدر شما که پدر رو ورداشتن به اون حالت بردن تبعید تحقیر این تو جوونی تنها مونده حالا <محن> تو اون موقع مثل که نبوده من فقط وزیر وکیلی بوده به جای که شاه جوون رو مثلا هم در اعلام همدردی بکنه ولی بگه پدرتون اشتباهاتی هم کرد آ اینطور نیست میگه از در نمیده تو یه رفت تو شکم من که این اصلا راهن اشتباه ساخته اصلا خواهد بوده خر بوده فلا بوده از ف... جاله به شاه باید مسیر دیگری به راهن برمیگذید بعد مصدق گفته که نه اصلا راهن بی خود بود اصلا راهن لازم نیست حالا ممکنه ایدم در گفته باشه چون مصدق بعدا که حالا رسمی ازش میپرسیدن اون داستان شرق غربی رو میگفت که باید مثلا هند و وصل میکرده به اروپا نبشه ولی اینی که از در نیامده تو تو شیکم و اون رفته این خیلی جالبه بله و خیلی جالبه که آقای مصدق انتظار داشته که رضا شاه راهن از یه مستعمره انگلستان یعنی از شبه قاره هند بکشه به مستعمره دیگه بین النهرین عراق بعدی اگر این کارو میکرد که دیگه 100 درصد میگفتن این خود موقع میگفتن اصلا انگلیسی بوده دیگه همون آیرن ساید آوردهش که این راهن رو از هندستان بکشه بون برکه که انگلستان ببین ولی موضوع خود اون خزبلاتی که دائمی خاور زمینی ها میگن نیست بلکه موضوع حالتیه که میگن عیز من چرا زبون دیپلماتیک البته چرا که خودم میدونی اون اسلام دیگه این 14 قرنی که مغز اینا رو سوزونده به دیوانهای آدمکش تبدیل کرده ولی دیگه مدل آرومشون هم نمیتونه آروم صحبت کنه حالا اینا دیگه نمیدونم رهبری کبیر انقلاب نیستن که همش دائم دهد دا و شدن به اینون باشه اینا خب مدل همون رسمیترش و ایرانیترش هستن درام جان ما ناچاریم که بحث و نگه داریم که به خاطر وقت زمان بله فکر کنم که پیاممون رو از این دوتا نامه که خونده شد تا اندازه زیادی هم گرفتن. مستفیز شدیم بله البته به نظر من متنی که شاه فقید نوشته در ماموریت برای وطنم بسیار بسیار شرف داره به اون نامه اونها که اصلا یک توصیفی کرده بود فکر می‌کرد که, که الان داره به قول شما در رابطه با... نه نه متن شاه اتفاقا 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 جای خوبی انگوش بذاریم که حالا که هر جفتشون مسئله و بلد نیستن ولی مال شاه بازی خورده آروم‌تر بود درسته ولی 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 این من بگم که خب انتظارات آدم از دارنده تاجیکیانی هم فرق میکنه با اون سه تا کل بوک یعنی <applause> که آدم خب از این انتظار داره که خب شاه دیگه نداره. ولی این میگه که من مطالعهش کردم دیدم نفهمه مطالعه نداره اینو بابا اینم خیلی دیگه رک میگه یعنی اینجوری از اشتراک لطفا در بیار بسیار خب <applause> خب ما در نشست آینده برنامه رو پی میگیریم همیانان پرسیده بودن که چگونه میتوانن کتاب زرتوش رو که به تازگی در اومده دریافت بکنن برای خرید کتاب زرتوش چه به فارسی چه به انگلیسی میتونین روی تارنمای آمازون برین رو آمازون هم نسخه فارسی میتونین بخرید به نام زمان زرتوش و یا نسخه انگلیسی که از زروستر a global perspective uh, ولی اگر بخواین که کتاب زردوش رو مستقیم دریافت بکنید و یا کتاب های دیگر رو مثل اندیشه ایران شهری یا نشیبی دراز از پیش فراز که دلایل سقوط ایران شهر در برابر بر حمله اعراب اون رو تهیه بکنید به این ایمیلی که در پایین نوشته شده ایمیل جنبش رنسانس ایمیل کنید info at iranianrenaissance.com uh, که این پایین نوشته شده و بعد نشانیو بدین بگین چه کتابایی رو میخواین و چند جلد میخواین بعد روش پرداختم به شما داده میشه و کتاب براتون حتما پست خواهد شد. خب شراممه گرامی داریم بحث ها جالب میشه و داریم میرسیم به روز معود به ۲ بهمن 57 امیدوارم توی دو نشست آینده دو نشست آینده کل به استلا نمدمالی ما توی این جریانات. تو دو این دو نشست آینده خواهد بود که ببینیم دردمون چی بود که اینگونه گرفتار کردیم خودمون بسیار خوب سپاس بسیار شهرام گرامی و همچنین سپاس از همینان ارجمند برای توجهی که داشتن بدود